خب به نام خدا، من این جلسه رو روی این موضوع NP Completeness خواهم بود. دیگه جلسه بعد یه موضوع دیگه، حالا باید ببینم که چی میخوام براتون بگم. خب بحثمون سر این بود که یه سری از مسائل رو شناسایی کنیم و ثابت کنیم که اینها NP Complete هستن و به احتمال زیاد پولینومیال قابل حل نیستن. حتی اول چیزی که تا الان داریم این هست که چند تا از اینا رو دیدیم با هم. امروز هم دو تا مسئله دیگر رو میبینیم و دیگه این بحث رو تموم میکنم. مسئله بعدی که میخوایم بررسیش بکنیم، پیدا کرد وجود یا عدم وجود یه دور همیلتونی توی گراف. اوکی؟ یه گراف به ما داده شده، میخوایم ببینیم که دور همیلتونی دارد یا ندارد. دور همیلتونی هم تعریفش رو داریم میبینیم، یه دوریه توی گراف که از همه روز عبور میکنه و از هر رأسی هم یک بار حتی اکثر میتونه عبور کنه. گراف هم کامل نیست، وزنم ندارم، فقط صرفا وجود یه دور کفایت میکنه، منتها دور با اون خواصی که گفته شد. که حالا حتی خود دور هم ما نمیخوایم، فقط میخوایم ببینیم که وجود دارد یا نداره. یعنی کاملا مسئله تصمیم گیریه. یه گراف کلی بزرگ به ما داده شده، آیا دور همیلتونی دارد یا ندارد. گراف هم فعلا فرض میکنم که جهتدار هست. برای غیر جهتدارش یه اثبات دیگه وجود داره که توی کتابتون هست، خودتون نگاه کنید. من یه اثبات ساده تری برای گراف های جهتدار اینجا میخوام ارائه بدم. پس کاری که میخوام انجام بدیم اینه که نشون بدیم دور همیلتونی جهتدار جزء مسائل NP Complete هست و احتمالاً پولینومیال قابل حل نخواهد بود. اول فضای کلی مسئله چقدره؟ اگه یک گراف به شما بدم با N تا رأس، چند تا دور میتونه وجود داشته باشه توی گراف؟ چقدر؟ N منهای یک از N دو؟ نه؟ دور چیه؟ یه دنباله از رؤوس که دو به دو به هم وصلن. حالا این دنباله از رؤوس فضای حالتهای ممکنش چقدره؟ N تا پوزیشن دارم. پوزیشن اول میتونه هر کدوم از رأس ها قرار بگیره. خب پوزیشن دوم چند تا رأس میتونه قرار بگیره؟ چون قراره که تکراری نداشته باشم، رأس تکراری نداشته باشم، پس اون یه دونه ای که استفاده شده دیگه اینجا قابل استفاده نیست. پس N منهای یه دونه، بعدی N منهای دوتا، N منهای سه تا الی آخر. چقدر میشه کلش؟ N فاکتوریه. پس برای یه گرافی که N تا رأس داشته باشه، تعداد دورهای ممکنش میشه N فاکتوریه. چک کردن همه اینها پولینومیال نیست. فضاش فضای خیلی بزرگیه. میخوایم ببینیم که واقعا الگوریتمی هم براش وجود نخواهد داشت که پولینومیال باشه. اوکی، پس صورت قضیه اینه. دایرکت همیلتونیان سایکل عضو NP کامپلیت. مثل همه اثباتهای قبلی دو تا چیز رو باید نشون بدیم. چی و چی؟ یک NP، دو NP hard، که در نتیجه این میفته توی NP hard، میفته اینجا که اسمشو گذاشتیم NP complete. پس من برای اینکه نشون بدم یه مسئله اینجاست، باید نشون بدم NPه و بعد نشون بدم NP hard بیفته توی اشتراکشون که بشه NP complete. خب NP بودنش رو چجوری نشون بدم؟
باز الگوریتم NP میتونم براش ارائه بدم، یعنی بیام به صورت غیر قطعی همه جایگشت های ممکن اون انترست رو محاسبه کنم، بعد میمونه چک کردن این که هر جوابی هر جایگشتی دوره همینطوری تشکیل میده یا نه، اونو انجام بدم، یا این که بگم وریفیکیشنش پولنومیاله. یعنی چی؟ یعنی که اگر من یه دور به شما بدم، شما بتونیم پولنومیالی به صورت قطعی چک کنیم ببینیم که این دور همینطوری هست یا نیست، یعنی جواب yes or no رو خیلی راحت به من بتونیم بدیم. این کار میتونیم بکنیم یا نه؟ اگه من دور به شما بدم مثلا V1 بعد V2 تا V1 I2 IN یه جایگشتی از روز، کافیه چیکار کنم؟ کافیه دوتا اینا رو بگیرم ببینم بینشون یال هست یا نه، و بعد آخری هم به اولی وصلی یا نه. اگه اینجوری باشه اون وقت یه دوره، به اضافه اینکه تکراری هم نداشته باشه، یعنی چک کردن اینا خیلی کار سختی نیست. پس من پولینومیالی میتونم هر جواب داده شده رو وریفای بکنم، چک بکنم ببینم که درست هست یا نیست. پس چون وریفیکیشنش پولینومیاله اینجا به راحتی اثبات میشه. چیزی که میمونه و سخت نسبتاً اینجاست که برای این هم دو تا راه حل داشتم، تعریف رو معمولا میذارم کنار. راه حل دوم اینه که از خاصیت تعدی ریداکشن استفاده کنم، یه مسئله شناخته شده رو بذارم اینجا، یه ریداکشن پولینومیال بزنم به این مسئله‌ای که میخوام ثابت کنم NP کامپلیت هست. اوکی؟ از یه مسئله شناخته شده NP کامپلیت. پس یه مسئله اینجا برمی‌دارم، حالا فرض کنید 300، و بعد میخوام اینو ریدیوز کنم به دایرکت همیلتونیان سایکل. اگه این کار رو بتونم انجام بدم دیگه تمومه، چون برای این یه مسئله همه اینها ریدیوز شدن و این یه دونه، یعنی این که همه اونها ریدیوز میشن به این. خوبه؟ پس من میخوام اینجا بذارم 300 و بعد ریداکشن انجام بدم و بعد ثابت بشه که این مسئله هم جز مسائل سخت ماست. خب این یعنی چی؟ یعنی من هر فرمول دلخواهی که بردارم، این میشه نمونه های 300، میشن فرمولایی که به فرم 300 هستن، باید یه تابع پولینومیالی، یه F ارائه بدم، یه الگوریتمی یه چیزی ارائه بدم که این عضو P باشه، یعنی به صورت قطعی پولینومیال باشه، و به ازای هر فرمول فی داده شده این ور چی دارم؟ این ور نمونه های دایرکت همیلتونیان سایکل رو دارم که گراف ها هستن، حالا گراف های جهت دار تو این مثال. به ازای هر فرمول من اینجا باید یه دونه گراف بسازم متناظر با اون فرمول. از هر فرمول به من بدی من یه گراف براش میسازم به طوری که جواب ها با هم معادل باشه، هرچی اینجا گرفتم اینجا هم همونو بگیرم، جواب ها با هم معادل باشه. یعنی اگر این ساتیسفای میشه این ور دور همیلتونی داشته باشم، اگر این ساتیسفای نمیشه این ورم دور همیلتونی نداشته باشم، معادل باشم. خب قبلا هم دیدیم که چجوری از روی یه فرمول 300 من یه گراف بسازم. وقتی داشتم کاکلیک رو بررسی میکردم این کار انجام دادیم. حالا اینجا به یه طریق دیگه میخوایم این کار انجام بدیم. پس یه فرمول ور میدارم دلخواه، به ازاش یه دونه گراف میسازم که این شرایط رو داشته باشه. خب چجوری بسازم؟ اول اگر یه فرمول داشته باشم که n تا متغیر توش باشه، تعداد کل حالت‌های مقداردهی به متغیرها چند تاست؟ هر متغیر میتونه true باشه، false باشه، پس 2 به توان n تا حالت داره. به بسم الله میخوام یه گرافی بسازم که 2 به توان n تا دور همیلتونی داشته باشه، جدا از این که حالا satisfy میشه یا نه، به ازای هر مقداردهی یه دور همیلتونی تو این گراف هم داشته باشه. پس اول میخوام این کار انجام بدم، بعد بیام حالا ببینم که کلاس هم چجوری هستن و اونا رو هم اضافه کنم به گراف و اون گراف کلیه رو بسازم. چون هر
همون فعلا گفتم که فعلا خام دارم میگم به ازای هر مقداردهی یه دوره همینطور. خب بعد که ساختار اون کلاس ها رو اومدم اضافه کردم، اگر این ساتیسفای میشه یعنی یه شرایط خاصی دارم، اون وقت همون شرایط خاص رو میارم اینجا. بالاخره اگه قرار باشه این ساتیسفای بشه، یه مقداردهی برای متغیرهاش وجود داره، کاری بکنم که همون دوره همینطور متناظر با اون مقداردهی بمونه، بقیه از بین بره. اگه واقعا ساتیسفای نشه یعنی هیچ مقداردهی ندارم، اون وقت همه دورها اینجا از بین خواهد رفت با اون روش ساختی که میخوام بگم براتون. خوبه؟ پس یه فرمول دلخواه ور میداریم، فی میدونم که ساختارش به صورت اند یه سری کلاس آی از یک تا ام که سی آی ها هم هستن اور، حالا ال آی جی ها جی از یک تا سه، تری ست دیگه، هر کلاس هم ستاییه، بینشون اور هست و بین کلاس ها هم اند. خیلی خوب، چجوری میتونم بسازم؟ پیشنهادی داریم؟ میخوام یه گراف بسازم که دو به توان n تا دور هم میتونی داشته باشه. تعداد رأساش هم برام مهم نیست چقدر. اصلا چجوری میتونم یک گراف بسازم که دو به توان n تا دور همینطوری واقعا داشته باشه؟ بگین یه چیزی اصلا جدا از این فرمول 300. خب آها، پس من از یه رأس شروع میکنم s، بعد میگم که اوکی میخوام که دو به توان n تا دور همیلتونی داشته باشم، پس n تا سطر اینجوری میذارم که اینا دو طرفه به هم وصلن. اوکی؟ یک دو تا n و بعدم یه دونه t و بعد میگم حالا از s که شروع میکنی میتونی بیای این ور، میتونی بیای این ور، پس دوتا انتخاب دارم برای اینکه شروع کنم. دوباره به اینجا که اومدی اینو میای اینجا، حالا دوباره باید بتونی بری این ور یا این ور. اگر هم که این ور اومده بودی این مسیر رو طی می‌کنی میای اینجا، دوباره میتونی بیای این ور یا این ور. یعنی تو هر استپ من دوتا انتخاب دارم که برم جلو. و چون n تا از اینا وجود داره و بعد این دوتا رو به هم وصل می‌کنم، نهایتا اینم به این وزن. این دقیقا میشه گرافی که دو به توان n تا دور همیلتونی داره، جهت دارم هست. خوبه؟ تو هر سطری که باشم دو تا انتخاب دارم، پس n تا سطر میشه دو به توان n تا انتخاب، انتخاب متفاوت، همه دورهای همیلتونی اینجا هست. پس یه همچین ایده رو میخوام استفاده کنم، منتها حالا فرمول 300 رو هم دارم، میخوام که اون فرموله رو هم یه جوری اعمال بکنم. کاری که انجام میدم دقیقا همونه، منتها یه ذره گنده ترش. به ازای هر متغیری که توی فرمولم هست 3M تا رأس در نظر میگیرم. سطر اول اگر نگاه کنین 1 2 3 تا آخرش هست 3. خب پس اینجا دوتا نذاشتم، دقیقا تعدادش رو زیاد کردم که اینا دو طرفه به هم وصلن، 1 2 3 تا آخرش هم 3. ام چیه؟ تعداد کلاس ها. و من به ازای هر کلاسی 3 تا رأس اینجا در نظر گرفتم، چون هر کلاس هم 3 تا وریبل بیشتر توش نمیتونه قرار بگیره. خب حالا این 3M عدد بزرگیه، میشه کوچکترش کرد ولی مهم نیست. اوکی، پس
اگر N تا کلاس دارم به ازای سطر اول که متناظر با متغیر اولم هست 3M تا، به ازای دومی 3M تا، به ازای سومی 3M تا، تا آخر یه همچین چیزی. بعد این کانکشن ها رو هم میبینین دیگه، از رأس S میتونم به دو طرف بیام، پس دو تا انتخاب دارم. دوباره از به هر طرف که اومدم همون سطر رو پیمایش میکنم، چون دور همیلتونی میخوام همه رأس ها رو باید ببینم. اوکی، پس اگه از S اومدم سراغ رأس شماره 1 مربوط به X1، اون وقت سطر X1 رو پیمایش میکنم میرم تا اون ته، بعد اونجا دوباره دو تا انتخاب دارم که برای متغیر بعدی از این ور شروع کنم یا از این ور. بعدی همینطور، بعدی همینطور، و چون N تا از اینها دارم کلن دو به تعان N تا دور همیلتونی به این صورت میتونم بسازم. یه فرضی هم انجام میدم، میگم که تو این گراف، حالا میخوام بگم که به ازای هر مقدار دهی برای متغیرها یه دور همیلتونی میتونید داشته باشیم. اوکی، اگر مثلا فرض کنید تو اون فرمولم X1 که من بشه 1، میگم که خیلی خوب، اون دور همیلتونی که متناظر با x1 مساوی 1 هست اونیه که وقتی از رأس S شروع میکنی بیای سمت چپ سطر مربوط به x1. پس اگر سطر مربوط به x1 رو از سمت چپ به راست دارم پیمایش میکنم، یعنی مقدارش 1. اگه برعکسی، یعنی مقدارش 0. پس اون 0 و 1 متغیرها داره نگاش میشه به مسیری که من دارم سطر مربوط به اون متغیر رو اینجا پیمایش میکنم. دو به توان n تا متغیر، دو به توان n تا مقدار دهی متناظرش دو به توان n تا دور همیلتونی، هر مقداری که شما مشخص کنید برای متغیر هاتون، من میتونم یه دور اونجا برای شما مشخص کنم. اگر xi 1 بود میرم سمت چپ، بعد میام سمت راست. اگر 0 بود میام سمت راست، بعد میرم سمت چپ. خوبه؟ خب، پس این ساختار کلی اون گرافی که میخوام بسازم. حالا باید بیام ببینم که داخل CI ها چه خبره و اونا رو هم اضافه کنم به این گراف و گرافم رو کامل بکنم. فعلا تا اینجای کار چقدر کار انجام دادم؟ پولینومیال هست یا نیست؟ N تا رأس، N تا سطر، 3M تا به ازای هر کدومش تو هر سطر من رأس دارم، پس کلن تعداد رأس ها میشه 3N ضرب در M به علاوه 2 تا S و T. همه چی پولینومیاله، هیچ چیز اکسپوننشیالی ندارم. پس این که میگم این F متعلق به P باشه فعلا هست. خیلی خوب، یه مثال خیلی کوچولو هم بزنم که ببینید چه اتفاق میخواد بیافته. فرض کنید که فرمولم باشه x1 x دو بار x سه x یک بار یعنی چه چیزی. چند تا کلاس دارم؟ دو تا. چند تا متغیر دارم؟ سه تا. پس من گرافی که فعلا دارم میسازم اینجوریه، S به ازای هر متغیر باید 6 تا رأس بذارم، چون M هم 3، 3 M تا، بخشی M هم 2، 3 M تا میشه 6 تا. پس 1، 2، 3، 4، 5، 6. این برای متغیر X1، برای X2 هم همینطور و برای X3 هم همینطور. یه دونه هم T، از این S باید بتونم این ور یا این ور بیام، اینا دو طرفه به هم وصلن. و بعد دوباره اینجوریه، اینم همینطور، دوباره اینا دو طرفه به هم وصلن.
این فعلا چیزی که ساختم به ازای اون فرمول. این هم متناظر با x3 هست. 1, 2, 3, 6. حالا یه مقدار دهی بدیم به متغیرها. فرض کنید x1 بشه 1، x2 بشه 0، x3 هم بشه 1. مهم نیست که ساتیسفای میشه یعنی. به ازای این مقدار دهی دور همیلتونی متناظر با این مقدار دهی کدومه؟ از اینجا شروع کنم. x1 چون 1 باید بیام این ور. اوکی؟ پس اینجوری میام. بعد این مسیر رو میام تا ته. چون دور همیلتونی اگه بخوام از اینجا مستقیم بیام پایین دیگه اینا رو ندیدم. دور همیلتونی بودن از بین میره. پس وقتی میام اینجا سطر متناظر با x1 رو پیمایش میکنم، میرسم به اینجا، x2 صفره، از اینجا میام پایین، دوباره سطر مربوط به x2 رو پیمایش میکنم، میام اینجا، x3 دوباره 1، میام اینور، این سطر رو پیمایش میکنم، میرسم به اینجا و بعدم میام به t و برمیگردم به s. این شد یه دور متناظر با این مقدار دهی. شما اینو عوض کنید یه دور دیگه به شما میده و دو به توان n تا مقدار دهی دارین، دو به توان n تا به ازای هر مقدار دهی دور همینطوری دارین فعلا تا اینجا. خب اما این گراف جوابش همواره یسه. میخوایم که از این حالت در بیاد دیگه، چون ممکنه من یه مقدار دهی بدم که ساتیسفای نشه، اون وقت نمیخوام دور همینطوری داشته باشم. پس من یه سری رأس دیگه میخوام اضافه کنم که شرایط اون فرمول سطر رو یه جورایی بیارم داخل این گراف. یه چیز هم اینجا بنویسم که اگر توی سطر xi از این ور به این ور حرکت کردم، معنیش اینه که xi مساوی 1 بوده، و اگر از این ور به این ور حرکت کردم، معنیش اینه که xi مساوی 0. پس مقدار 0 و 1 رو اینجا دارم با جهت پیمایش سطر مربوط به هر متغیر نشون میدم. خب حالا کلاس اول رو بررسی میکنم، C1 و C2. فعلا C1 رو میخوام بررسی کنم. میگم به ازای C1 یه رأس اضافه کن، این C1. اگر متغیری مثل X1 داخل C1 هست، روی سطر مربوطش از رأس شماره، حالا اگر این مثلا J هست که فعلا 1، از رأس شماره 2J یه دونه یال وصل کن به C1 و برش گردون به رأس بعدیش. چه اتفاقی افتاد؟ اگر X1 من 1 باشه، اون وقت این کلاس داره ساتیسفای میشه دیگه، درسته؟ به ازای اون من تو این گراف باید بتونم اینم ببینم. حالا نگاه کنید، وقتی x1 من اومدم اینجا، بعد این سطر رو دارم پیمایش میکنم، میتونم از این رأس بیام به رأس c1 و برگردم به بعدیش، دوباره ادامه بدم، دور همینطور بودن از بین نرفت. برای x3 هم همینطور، از اینجا یه دونه میام بالا و بعد دوباره برمیگردم به بعدیش، اگر که خود متغیر داخلی کلاس هست به این صورت. اگر نقیض یه متغیر داخلی کلاس هست، دوباره از همون دوتا رأس وصل میکنم بهش، ولی جهت ها رو برعکس میکنم. پس این دفعه از اینجا به جای اینکه فلش رو بالا بذارم میذارم پایین، از این یکی فلش بالا. چه اتفاقی افتاد؟ اگه قرار باشه که این کلاس به ازای x2 ساتیسفای بشه، یعنی مقدار x2 صفر بوده که نقیض شده 1. وقتی صفر بوده یعنی این که من از این ور شروع کردم،
از این ور که شروع کردم میتونم از این رأس بیام بالا و برگردم بعدیش ادامه بدم. و کافیه که از بین این سه تا متغیری که داخل C1 هست یکیشون ترو باشه دیگه. به ازای اون یه دونه من میتونم برم بالا و برگردم و ادامه بدم. چه شد؟ خب برای بعدی هم همینطور. یه رأس هم برای این اضافه میکنم. C2 دوباره x1 بار هست، در نتیجه باید از 2j و 2j به علاوه 1 استفاده کنم وقتی j اندیس c. پس 2 تا میشه 4، از 4 و 5 دارم استفاده میکنم. پس 4 و 5 رو به این وصل میکنم. جهت هاش چی؟ چون نقیزه از این شماره بزرگتره میرم بالا، میام به شماره کوچیکتر. x2 خودش هست، دوباره از این دوتا وصل میکنم. خب از شماره کوچیکتر میرم بالا، میام روی شماره بزرگتر. x3 هم باز خودش هست، دوباره همین کار رو انجام میدم، از شماره کوچیکتر میرم بالا، میام روی شماره بزرگتر. خب حالا اول به ازای هر رأس هر کلاس دارم یه رأس اضافه میکنم. چند تا یال حد اکثر داره؟ دقیقا چند تا یال داره؟ سه تا متغیر توشه، به ازای هر متغیر من دو تا یال اضافه کردم، پس 6 تا. چند تا کلاس دارم؟ ام تا. 6 ام تا یال میخوام اضافه کنم، بازم پولینومیاله، بازم خیلی کار زیادی انجام نمیدم، ولی این چیزی که ساختم دیگه کاملا گرافیه که متناظر با اون فرموله. اگر فرمول داره ساتیسفای میشه، یعنی توی هر کلاس یه وریبل داشتم که ساتیسفای میشده، به ازای اون وریبل جهت پیمایش طوری بوده که من میتونستم برم اون کلاس رو ببینم برگردم. حالا یا مثلا x1 ترو بوده یا اینکه x2 فالس بوده، دوباره میتونستم برم بالا برگردم. بعدی هم همینطور، بعدی هم همینطور الاخر. پس من این گراف اولیه‌ای که ساختم با اضافه کردن اون رؤوس مربوط به کلاس‌ها، اگر که ساتیسفای بشن، کانکشنام طوری هست که میتونم رؤوس مربوط به کلاس‌ها رو هم ویزیت کنم و برگردم، بدون اینکه کلیت این مسئله، کلیت این دور همیلتونی بودن از بین بره. بپرسیم. کافی، آره گفتم حالا سیم گذاشتیم که شست رفته باشه، یعنی به ازای هر کلاس سه تا رأس در نظر گرفتم براش، کمترش هم میشه. بعد دوم به علاوه دو تا کافیه. یه دونه سرتاشو بزنین کنار، به ازای بقیه شون دو تا میخواین، ولی سیم اوکی مشکل نداره دیگه. دیگه خیلی نمی نویسم، دارم توضیح میدم براتون. خب تو اون چیز تو اون جزوه نوشته شده. پس اگر فرمولم ساتیسفای بشه، به ازای هر کلاس حداقل یه وریبل وجود داره که مقدارش تروه، و بعد روی این گرافم برای اون روی سطر متناظر با اون وریبل تو جهتی هستم که میتونم برم سیه رو ببینم و برگردم. برای اولی، دومی، سومی، همه سیها رو میتونم ببینم برگردم، پس دور همیلتونی دارم. پس اگر فرمول ساتیسفای میشه، گرافی که ساختم دور همیلتونی داره. اگر دور همیلتونی داشته باشم، فرمولم حتما ساتیسفای میشه، چون دور همیلتونی از یه جایی که شروع میکنه بالاخره مجبوره که یه جایی بره سیها رو ببینه و برگرده. حالا مسیرها رو، جهت پیمایش‌ها رو نگاه کنین، 0 و 1 بذارین، فرمول ساتیسفای میشه. حالا اگر این فرمول مثلا C1 ساتیسفای نشه، فرض کنید X1 صفره، X3 صفره، X2 هم 1ه، اون وقت ساتیسفای نمیشه دیگه. اون وقت چی خواهم داشت؟ دور همینطوری نخواهم داشت. چرا؟ X1 صفر، X2 1، X3 هم 0. حالا X1 صفره، یعنی اومدم اینجا،
بعد مجبورم که حالا فعلا X32 رو بزنیم کنار، مجبورم که اینو بیام، وقتی اینو میام از اینجا نمیتونم برم بالا، چون اگه از اینجا برم بالا مجبورم رو این بیام پایین، دوباره مجبورم اینو ببینم، پس یه راستو دارم دوبار میبینم، پس نمیتونم این کارو بکنم، رد میشم ازش. بعد X2 1ه، یعنی میام اینجا دوباره تو این مسیری که دارم میرم جهت ها طوریه که اگه بخوام برم بالا باید از رو این برم، بعد دوباره رو این برگردم، دوبار دیده شد، پس بازم نمیتونم، ادامه میدم. X3 0ه، دوباره میام اینجا، وقتی دارم میرم دوباره همون اتفاق میفته. پس امکان این که با این مقدار دهی من C1 رو ببینم و دور همیتونی باشه وجود نداره. پس اگر مقدار دهیم اینجوریه فرمول ساتیسفای نمیشه، اینجا هم دور همیتونی نخواهم داشت. قشنگ دیگه. برای من قشنگ یاد، برای شما نمیدونم. و همینطور برای بقیه کلاس ها. وقتی یه دونش اوکیه، یعنی بقیهش هم به همون صورت. اگر X3 1 بود معنیش اینه که این کلاس داره ساتیسفای میشه. وقتی دارم روی سطر متناظر با X3، وقتی 1 یعنی از این ور دارم حرکت میکنم، اون وقت میتونستم روی این رأس برم بالا، ویزیت کنم، برگردم بعدش. همه رأس ها رو دیدم، هیچ رأسی هم دوبار دیده نشد. دور همیتونی دارم چون C1 ساتیسفای شد. همین اتفاق برای C2 هم بررسی بشه البته. خیلی قشنگه. نمیدونم. اینم به ذره هر کلاسی یه همچین چیزی باید اضافه بشه. کل کاری که داره انجام میشه تا یه فرمول تبدیل بشه به این گراف پولینومیال هست. جواب ها هم با هم متناظر و معادلن. پس همه شرایط ریداکشن وجود داره. و تمام. معنیش اینه که دور همیلتونی پیدا کردن به سختی تریسات، و چون تریسات مسئله سختی است، این هم حتما سخت، نمیتونه راحت باشه دیگه، چون این راحت باشه من تبدیلش میکنم، راحت حلش میکنم، جواب تریسات هم میگیرم، امکان نداره. سوالی اگه هست بپرسید. حالا اگه جهت رو بذاریم کنار چی پیش میاد؟ چون اینجا جهت خیلی مهمه. اگه گراف هم جهت دار نباشه، یه اثبات دیگه توی کتابتون هست میتونید نگاه کنید، یا اینکه این اثبات رو یه جور دیگه عوض کنیم. اگر یادم بیاد، اگر مثلا از رأس VI به VJ میخواییم جهت داشته باشین که اینجا داریم، اون وقت اگه بخواییم یک گراف غیر جهت دار که همین خاصیت رو داشته باشه لحاظ کنین، چکار باید بکنین؟ به ازای هر کدوم از اینها یه دونه رأس این، یه دونه رأس آوت، همینطور برای VJ، این VJ out که همواره VIN هر رأس به VOUT وصله، جهت هم ندارم، ببخشید. و بعد اگه قرار باشه که یه یال جهت دار از VI به VJ داشته باشم، از VOUT این به VIN این یه دونه یال بس.
اینجوری میشه همین اثبات رو عوض کرد، برای گرافای جهتدار هم از همین اثبات استفاده کرد، اگه نه که اون اثبات یه ذره سخت کتاب رو یه نگاه بهش بندازیم. نه من حالا میخوام که گراف دایرکشن داشتن و جهتدار بودن رو حذفش کنم. خب یعنی همه چیزم میشه این. بعد میخوام بگم که اوکی اینجا که داشتی این گراف رو میساختی یه همچین چیزی میساختی، حالا به ازاش بیا یه همچین چیزی بذار. خب گرافی که میسازی گراف بدون جهت هست، همه خواص اون گراف جهت داره هم داره. از همه بحثایی که اینجا داشتیم اینجا هم خود به خود درست خواهد. حالا اینو بزنین کنار، این خیلی چیز نیست. اثبات کتاب اثبات یه ذره سخته ولی اثبات خوبیه. ورودی کدوم؟ نه من یه فرمول میگیرم فی، یه گراف میسازم بدون جهت. گراف بدون جهت رو اینجوری میسازم، منتها همون چیزی که تو ذهنم هست، همین اثباتی که الان داشتم رو لحاظ میکنم توش. این گرافی که اینجوری دارم میسازم بدون جهت دیگه، درسته؟ من اصلا اونو میذارم کنار، میگم من یه اثباتی بلدم برای جهتدارها، حالا که قرار بدون جهت باشه اینجوری به ازای دو تا راست چهار تا راست میذارم. کانکشن هم اینجوریه. این قاعدتا این حالا این مشکلاتی داره البته، خیلی دنگ و فنگ داره تا درست بشه. باطر همین اثبات کتاب اثبات بهتری. خب پس پیدا کردن دور همینتونی هم جز مسائل سخت. یه مسئله دیگه هم داریم، اینم بگم و دیگه توضیح دقیق اثبات رو تو اون جزوه آوردم براتون نگاه بکنیم. خب یه مسئله دیگه داریم که حالا دوباره یه گراف به ما داده شده، میخوایم ببینیم که آیا این گراف رو رأساشو میتونم با سه تا رنگ رنگامیزی بکنم یا نه. منظور از رنگامیزی هم اینه که اون یالی که هر یالی که برداشتم دو طرفش اون رأساش رنگای متفاوت داشته باشه. آیا با سه تا رنگ میتونم این کارو بکنم یا نه؟ جواب دادن به این سوال هم حالا باز مسئله دیسیژن دیگه. مسئله بهینه سازیش اینه که حداقل تعداد رنگا رو استفاده کن و رنگ‌آمیزی بکن گراف رو. خب حداقل میخوایم. ولی اینجا میخوام بگم نه. کارو میذارم سه، آیا با سه تا میشه یا نمیشه؟ بعضی گرافا میشن، بعضیاشون نمیشن. دوباره فضای جواب‌های ممکن چقدر بزرگه؟ اگه این تا راست داشته باشم هر راستی میتونه هر کدوم از سه تا رنگو بگیره و سه به توان این تا رنگ‌آمیزی دارم. تا اینکه درست باشن یا غلط باشن باید چک کنم. پس دوباره فضای خیلی بزرگیه و میخوایم نشون بدیم که خود مسئلهش هم مسئله سختیه، به این معنی که پولینومیالی احتمالاً نمیشه حلش کرد. پاک کنم اینا رو. بازم دقت کنید تو همه این اثباتایی که من از ست دارم استفاده میکنم، تری ست رو استفاده میکنم. چرا؟ چون ساختارش کاملا مشخصه. تکلیف من معلومه که تو این سطر مثلا به ازای x1 چند تا رأس باید بذارم، بعدی چند تا، بعدی چند تا. یعنی خیلی اثبات ها رو راحت میکنه. به خاطر همین هم هست که 300 خیلی بر ما مهمه.
خب پس یه گراف به ما دادن آیا با سه تا رنگ میشه رنگ آمیزی کرد یا نه؟ مثلا این گراف رو میشه یا نه؟ مثلا رنگ یک رو بدم به این، اینجا دیگه یک نمیتونه باشه، دو اینجا مجبور رنگ شماره سه باشه، اینجا میتونه یک باشه، یک سه اینجا میتونه دو باشه و اینجا هم سه باشه. پس اینو میشه، پس به ازای این گراف خاص جواب یه سه، ولی کافی بود که من یه یال اینجا اضافه کنم جواب میشد نو، چون این چهارتا کاملا به هم وصلن. حتی اول چهار تا رنگ میخوام تا این چهار تا رو فقط رنگ آمیزه بکنم، با سه تا نمیشه. پس اگه اینجوری باشه اون وقت جواب نور. خیلی شبیه کلیکه نه؟ با سه تا رنگ اگه بتونم یعنی که کلیک هم حتی اکثر از اندازه سه هستن. پس میخوام نشون بدم که three coloring NP complete. NP هست یا نه؟ من اینا رو عمدن مینویسم که بدونین که هر بار بخواین اثبات کنی همه اینا رو باید بنویس. یک NP، دو NP hard، MP هست. چرا؟ یا میتونم الگوریتم غیر قطعی پولینومیال براش ارائه بدم، چوز ستایی مینویسم، هر رأسی ستا رنگ به خودش میگیره و بعد نهایتاً چک کنم، یا اینکه اگر جواب رو به شما بدن پولینومیالی بتونین چک کنین جواب درست هست یا نیست. اگه من رنگامیزی رأس ها رو به شما بدم که هر رأسی چه رنگی داره به راحتی میتونین چک کنین دیگه، نه؟ چجوری؟ یال ها حرکت میکنین، دو سر یال ها رو نگاه میکنین، اگه با هم برابر باشه جواب نو هست، اگه همشون اختلاف داشته باشه دو سرشون رنگاشون اون وقت جواب یس هست. پس وریفیکیشنش واقعا پولینومیالی قابل انجام هست، پس الگوریتم خود مسئله NP هست. میمونه این که ثابت کنم NP هارده. مسئله یه مسئله سخت باید انتخاب کنم، ریداکشن بزنم پولینومیالی به تریکاله. بازم اشتباه نکنین، مسئله سخت رو گذاشتم سمت چپ این ریداکشن، چون میدونم این سخته، این از اونم باید سخت‌تر باشه، پس سخته. اینو نباید این ور بذارم، این اطلاعاتی به ما نمیده. خوبه؟ پس هر مسئله‌ای که خواستم ثابت کنم سخته میذارم سمت راست ریداکشن، یه مسئله شناخته شده هم میذارم اینجا، فرض کنین 300، و بعد دنبال یه تابعی هستم که هر نمونه این رو بیاره به یه نمونه این و جواب ها هم معادل باشن. خب دوباره نمونه ها هم این ور فرمولای 300، نمونه ها هم این ور گراف ها هستن، و بعد من به ازای هر فرمول میخوام یه گراف بسازم معادل با اون فرمول که جواب این دوتا با هم برابر باشه. اگر این ستیسفای میشه این ور با سه تا بشه رنگ آمیزی کرد، اگه نمیشه این ور هم نشه. و دنبال یه تابعی هستم مثل F که خود این باید P باشه، چون ریداکشن هم پولینومیال. چرا اونجوری هم میشه؟ از کلیک میخوای ریداکشن بزنی؟ میشه. میشه اونم میشه. ولی این اثبات قشنگه، من اینو به خاطر این میخوام حتما بگم براتون.
چون خیلی بعیده که در عمل شانس بیاره اینقدر شست و رفته باشه. مثلا فورکلیک این بر تریکالرین معادل همه نه؟ خیلی بعیده که اینقدر در عمل واقعا دوتا مسئله این هم باشن. دو مورد بیشتر نداریم، یکیش اینه، یکیش هم سابسسان پرابلم هست و نبسک. این دوتا هم ماهیتا یه چیز هم، بقیه شون واقعا اون تابعه رو باید ارائه بدیم. خاطر همین هست که من اینجا دوباره میخوام اون تابعه رو ارائه بدم که یه روش یه بالاخره یه تابعه جدیدم ببینیم. چون این سومین تابعه هست که یه فرمول رو داره تبدیل میکنه به یه گراف. یکیش توی کلیک بود، یکیش توی همیلتونیان سایکل بود و این سومیه. مسئله بعدی ممکنه دوباره همچین چیزی باشه، چون ما مجبور باشیم فرمول رو تبدیل کنیم به یه گراف، ولی گرافتون مختص اون مسئله است، یه جور خاصی باید تبدیلش کنیم. یه نکته هم که باید بگم اینه که این تابع F پوشا نیست، هر نمونه رو میاره به یه نمونه ولی لزوماً پوشا نیست. یعنی نمونه هایی داریم که اون بر معادلشون هیچ فرمولی نخواهم داشت، ولی این مهم نیست، چون من برای یه زیر مجموعه این اگه نشون بدم سخته، یعنی این که مسئله سخته. حتی اگه برای یه دونش سخت باشه یعنی سخت. خاطر همین خیلی برام مهم نیست که این تابع F حتما پوشا باشه یا نباشه، یعنی یک به یک و اینا اصلا مهم نیست. فقط تنها چیزی که مهمه این نمونه دلخواهه، به ازای این باید یه دونه بتونم بسازم. پس برد تابع دامنه تابع F کل نمونه های 300 هست، ولی بردش لزوما کل نمونه های اون تریکالرین نیست، پوشا نیست. خب حالا مجددا یه فرمول 300 داریم، به ازاش میخوایم یه گراف بسازیم. منتهی این بار هدفم اینه که اگر این ساتیسفای میشه این هم با سه تا رنگ قابل رنگ‌آمیزی باشه، اگه نمیشه اینم نشه. بس ابجکتیوم توی هر کدوم از این مسائل متفاوت بود با هم، بخاطر همین روش‌های ساختمون هم متفاوت. خیلی خوب، یه سری گراف‌های ساده اول معرفی می‌کنم، بعد اینا رو سرهم می‌کنیم و گراف اصلی رو می‌سازیم. چیزای بعدیمون فرمولا رو بنویسم. فی هست اند یه سری کلاس، هر کلاسی هم هست اوره، یه سری لیترال جی از یک تا سه، دقیقا هم سه تا. حالا هر متغیری یا true یا false. پس یه ساختار میسازم به اسم ساختار قبل از اینکه اصلا وارد متغیر بشم، یه ساختار ساده‌تر بسازم، ساختار درستی. میگم که این گراف رو در نظر بگیر. x t f که x و t و f من همون سه تا رنگ من باشن. پس یه گراف یه مثلث دارم میکشم، میگم که اگر من سه تا رأس داشته باشم، این سه تا رو به این صورت میتونم با سه تا رنگ متفاوت رنگ‌آمیزی کنم. یه ساختار دیگه میسازم، ساختار متغیر، که برای هر متغیر میخوام اینو داشته باشم، هر متغیر مقدارش یا true یا false، و میگم حالا به ازای هر متغیری یه همچین چیزی هم میتونی در نظر بگیری. x i بار. حالا اگر x i من true باشه، این بالا هم که x، این حتما باید چی باشه؟ از اون ستا رنگ فالس باشه. اگر x i فالس باشه، این حتما باید true باشه. پس عملا این که متغیر و نقیضش true فالس هم، این داره تو این ساختار لحاظ میشه. خوبه؟ و این x هم میتونم همون x رو در نظر بگیرم، مهم نیست. یه رأسی میخوام که لیبل x خورده باشه. بعدن یعنی تو گرافی که میخوام بسازم این دوتا رو میندازم رو هم، فرقی برای من نخواهد کرد. پس به ازای هر متغیر هم من یه مثلث اینجوری دارم در نظر میگیرم. میمونه کلاس ها.
ساختار درستی، ساختار متغیر، ساختاری که مربوط به هر کلاس هست. حالا اونو یه ذره بررسی بکنیم. هر کلاس هم سیه مثلا جی سه تا لیترال توش هست، ال جی یک، حالا سی آی ال آی یک، اورش با ال آی دو، اورش با ال آی سه. اون بر ساختاری که دارم براش در نظر میگیرم چیه؟ سه تا رست دارم، ال یک، حالا فرسو ال آی یک، ال آی دو، ال آی سه، و بعد این دوتا به این صورت به هم وصلن. یک کلاس کی ساتیسفای میشه؟ کی مقدار یک میگیره؟ حداقل یکی از متغیرهای داخلش یک باشه. کی صفر میشه؟ وقتی همه متغیرهای داخلش صفر باشن. درسته؟ حالا یه مقدار دهی بدیم برای این. این چند باشه؟ مثلا این باشه یک، این باشه یک، این باشه صفر. به ازای این مقدار دهی این داره ساتیسفای میشه. ادعای من اینه که به ازای این مقدار دهی این گرافی که ساختم رنگ قابل رنگ‌آمیزی هست با ستاره. الان نگاه کنید، این که یکی یعنی اینجا تروه، این یکی یکی یعنی اینجا تروه، اینم فالز. حالا ببینم بقیه‌اش چجوری میشه رنگ‌آمیزی کرد. این ترو، این میتونه فالز باشه. این فالزه، این تروه، این حتما ایکسه. x فالس، این حتما true. اینجا چی میتونه باشه؟ فالس میتونه باشه. این فالس، این فالس، این میتونه true باشه. این هم میتونه x باشه. پس من تونستم با سه تا رنگ اینو رنگ‌آمیزی کنم. اگه مثلا هر سه تاش هم true باشه، وقت اینم true، وقت اینو میذارم فالس یا x، اینو میذارم تو بازم میشه. یعنی هر مقداری که شما به متغیرها بدین اگر کلاس هم داره ساتیسفای میشه، این گراف هم با ستا رنگ قابل رنگ آمیزیه. یه حالت میمونه که همش صفره. اون وقت به ازای این که همش صفره، یعنی این که این کلاس ساتیسفای نمیشه، من نباید بتونم این گراف رو با ستا رنگ رنگ آمیزی کنم. ببینم اینجوری هست یا نیست. و کل کاری که داره انجام میشه همین یه تیکه است. این فالسه، این فالسه، اینم فالس. نباید بتونم اینو رنگ‌آمیزی بکنم. خب اینجا چی بذارم؟ ترو. هر چی دوست داریم بگیم. این ترو، این فالس، این مجبوره بشه x. اینجا مجبوره بشه فالس. اینجا چی؟ x مثلا x. خب اینجا چی بذارم؟ مجبورم ترو بذارم. راست شد که یه جا اشتباه کردیم. آخری همیشه تروه. راست میگه، تو این ساختار همیشه تروه. اون وقت اینجا میمونه، بعد فالس بذارم، ولی اینجا هم فالس نمیتونم. ممکن بود مثلا انتخاب اولم اشتباه بود، اگه اینو x میذاشتن درست میشد، ولی بازم نمیشه. خوبه؟ بهتره که از ته شروع کنم، دوباره اینا رو پاک کنم. خب این که true، این که فالسه، این مجبوره چی باشه؟ x باشه. این مجبوره f باشه. حالا سه تا این وسط میمونه که هر سه طرفش فالس. شما هر جوری اینجا مقدار بدین یکیش بالاخره باید فالس باشه که بغل دستیش فالس. پس نمیشه اگه هر سه تا ورودی این کلاس فالس باشن، این گرافی که ساختم به ازای این کلاس
قابل رنگ‌آمیزی نخواهد بود. پس خوبه دیگه، اگر من فرمولی داشته باشم که ساتیسفای نمیشه، یعنی اینکه یک کلاسی توش هست که ساتیسفای نمیشه، تو گرافی که دارم میسازم یه همچین چیزی توش خواهم داشت که قابل رنگ‌آمیزی نیست. اگه نه همشون ساتیسفای بشن، اون وقت همه چیزایی که دارم میسازم قابل رنگ‌آمیزیه. خب اینا میشن ساختارهای پایم. اوکی، حالا گرافی که به ازای این فرمول میخوام بسازم رو اینجا داریم میبینیم. یه فرمول کوچولو مثال زدم، 4 تا کلاس دارم. اگه دقت کنی این تیکه ساختار درستی من هست، رنگاش ثابت، X و T و F. به ازای هر متغیری که اینجا دارم، A و B و C و D، 4 تا متغیر دارم. A بار همشون اون دوتا بستن به X، ساختار متغیر. B بار دوباره بستن به X. C بار، D بار. پس اینم به ازای هر متغیر 4 تا از اینا گذاشتم. 4 تا هم کلاس داشتم، باید 4 تا هم از این ساختار داشته باشم. اوکی، نگاه کنید. این تیکه اول اینجا رو نگاه کنید. این متناظر با کلاس اوله. ورودیاش چی هست؟ A داشتم، B داشتم و C داشتم. A داره میاد، B داره میاد و C داره میاد. این وسط دقیقا مشابه اینجاست. و انتهاش هم وصل به T هم انتهایی. پس به ازای هر کلاس هم دقیقا دارم یه همچین ساختاری میذارم. این برای اولی، این برای دومی، سومی و چهارمی رو اگه نگاه کنین، A هست و B بار هست و D بار. از A داره میگیره، از B بار داره میگیره و از D بار. خوبه دیگه. اگر فرمول هم ساتیسفای بشه، یعنی اینکه همه کلاس هاش داره ساتیسفای میشه، پس تو هر کلاسی حداقل یه متغیر ترو دارن، پس کل این گراف قابل رنگ‌آمیزیه، چون کلاس ها همشون قابل رنگ‌آمیزی هن. اگر فرمول ساتیسفای نشه، پس یه کلاسی وجود داره که هر 3 تا متغیرش فالس هن. و وقتی اونجوریه، اون وقت اون زیرگراف مربوط به اون کلاس قابل رنگ‌آمیزی نخواهد بود. پس جواب ها کاملا با هم معادل هن. و به ازای هر فرمول من یه گراف دارم ارائه میدم که این خاصیت رو داره. چقدر دارم کار انجام میدم؟ N تا وریبل دارم، N تا از اینا دارم میسازم، یه دونه از این ساختم، M تا کلاس دارم، M تا هم از اینا، همه چی پولینومیاله. ساختن این گراف خیلی هزینه بر نیست. دقیقا مشخص 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا رأس داره ثابت. و بعد M تا 9 تایی دارم میسازم. پس همه چی پولینومیال هست، یعنی ریداکشن پولینومیال بود و جواب ها با هم معادلن. اگر فرمول داره ساتیسفای میشه، گراف هم قابل رنگ‌آمیزی هست با 3 تا رنگ. اگر فرمول ساتیسفای نمیشه، گراف هم قابل رنگ‌آمیزی نیست با 3 تا رنگ. اینم از این. این هم اثبات قشنگیه. حالا از این مسائل NP complete 300-400 تا وجود داره. خیلی از مسائلی که باشون سر کار داریم واقعا سخته. تا من اونایی رو انتخاب کردم که اثباتشون حالا خیلی هم سخت نباشه، جالب باشه، یعنی بشه سر کلاس گفت. بعضی هاشون واقعا سختن. و یکی دوتاشون هم توی کتابتون نیست، بیشتر 3-4 تاشون توی کتاب CLRS نیست. به همین جزوه رو نگاه کنین کفایت میکنه. خب حالا تازه این میشه شروع ماجرا، چون تازه ما یه عالمه مسئله داریم که پولینومیالی حل نمیشن و در عمل مجبوریم اینا رو یه جوری حلشون بکنیم. حالا چیکار کنیم؟
دقیقا شروع ماجرا همینه که من حالا مسئله سخت دارم، پلنومیالی به صورت قطعی نمیشه حلشون کرد، حالا میرم سراغ الگوریتم های دیگه که از اونجا الگوریتم های تصادفی هست، الگوریتم های تقریبی هست، مکاشفه یا هستن روش های این تیپی که بالاخره یه جوابی برای اینجور مسائل به دست بیارم، چون در عمل باشون خیلی سر و کار دارم. حالا خودش بحث مفصلی. سوالی اگه هست تا اینجا بپرسیم. چرا وقت داریم؟ خب من بعدم نمیاد که یه دو سه تا از اون تکنیکایی که برای حل اینجور مسائل مطرح هست رو بگم، ولی قبلش میخوام ببینم که استرینگ ماتچینگ رو بلدین یا نه. یه رشته داریم، دوتا رشته داریم، یکیش رو میخواییم پیدا کنیم تو اون یکی. تمرین بوده هم، پس روشهاش رو نمیدونیم. خیلی خوب، پس بهتره که من یه جلسه دو جلسه در بود اونها بگم براتون. بعد اگه وقت شد میرم سراغه حالا یکی دو جلسه هم در مورد الگوریتمایی که برای حل مسئله سخت وجود داره. شما بگین دوتا تقویم آموزشیتون تا کیه؟ اولش در ایران امتحان کی شروع میشه؟ دوازدهم. یعنی پنج جلسه دیگه داریم. خب یه هفتهش هم فرجه، یعنی سه جلسه حداقل داریم. چه دو جلسه شب یلدا داریم. دو جلسه شو من احتمالاً یا یه جلسه نمیدونم استریم ماتچینگ بگم، یه جلسه یا دو جلسه هم در مورد روش های حل مسائل سخت، یکی دو تا مثال نمونه با هم ببینیم بعد نیست که این در واقع الگوریتم های موازی هم تو این رده قرار میگیرن که من این درس رو بتونم وصلش کنم به درس نظریه الگوریتم پیشرفته کارشناسی ارشد یا الگوریتم های موازی کارشناسی ارشد، بعد یه جوری وصل بشه دیگه. خیلی خوب، سوالی اگر نیست چه بگم؟